محبت آشتی کن، همزبانی پیش ساز، قلب خود را با صفای همدلی دمساز کن. گل بخند و گل شنو در گلشن این بوستان، گنچه های لحظه را با نوازش ناز کن. بله، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از پژین فامیلی دی. الان هم در خدمت یکی دیگه از عزیزانی هستیم که اینجا حضور دارن، اینجا غرفه داشتن و به سوالای هموطنای عزیزمون جواب میدارن. خانم فرح جاهد، از خودشون میپرسیم بیشتر باشون آشنا میشیم. خیلی خوش اومدید خانم جاهد. بیشتر خودتون رو معرفی میکنید برای عزیزان بیننده و همچنین کسایی که بیننده ما هستن. لطفاً. مرسی از دعوتتون. من فرحناز جاهد هستم، کارشناس و مشاور بیمه و سرمایه گذاری در کشور کانادا و در استان اونتاریو. خیلی ساله، بیش از شاید 15 ساله که من این کار رو میکنم و در زمینه در واقع انواع بیمه های عمر، بیمه های از کار افتادگی، بیمه های بیماری ها، بیمه های مسافرتی، بیمه های گروهی برای شرکت ها، بیمه برای بچه ها، برای حساب های پسنداز بچه ها و حساب های در واقع سرمایه گذاری مثل حساب های بازنشستگی و سایر حساب های سرمایه گذاری رو من انجام میدم. مشاوره رایگان دارم سال هاست برای هموطنانم، به خصوص اونایی که از ایرانیان که در زمینه در واقع امور مالی و صنعت مالی اینجا فاینانشال در واقع اینداستری چیزی نمیدونن، خیلی میان پیش من. به هر حال من به رایگان این سرویس رو انجام میدم براشون. بله، خیلی هم ممنون، واقعا سپاسگزار. خانم جاهدی که از چهره های خوشنام اینجا هستن که هموطنان عزیز بهشون مراجعه میکنن. خانم جاهد، امروز رو چطور دیدید؟ استقبال چطور بود؟ خودتون حال و هواتون امروز چطور بود؟ والا میدونین که به هر حال فصل تابستونه و همه دوست دارن بیان بیرون از خونه و دنبال بهانه‌ای هم میگردن که بتونن دوستان و آشنایان رو ببینن. این یه بهانه‌ای به هر حال برای خود من بیشتر گذشته از در واقع اون مسئله بیزینس و اینکه خب خیلی ها میان منو میبینن، سوال میکنن، از من وقت میگیرن که بیان دفترم منو ببینن، ولی فرصت خیلی جالبیه که دوستان و آشنایان و کسانی رو که خیلی وقت ندیدم میبینمشون. برهای دید و بازدیدی است، بچه ها سرگرمن، برنامه های متنوعی اینجا هست که اینجا ترتیب دادن و خیلی نوآوری کردن به هر حال از نظر من. حالا خوشبختانه گرما امروز دیگه داره هوا خوب میشه، دم غروب که میشه هوا خنک میشه و باد میاد و خیلی اذیت نمیکنه، ولی دیگه تابستونه دیگه، کارش نمیشه کرد. خانم جاهد، امروز که همه هم کسانی که اینجا بازدید کننده عزیز، هموطنای عزیزمون، خب همه فارسی حرف میزنن با همون شور و حال و اشتیاق، شما رو به یاد ایران انداخت، یه خاطری رو براتون زنده کرد که والا خب ما توی جامعه مهاجر معمولا خب با هر طیف یا با هر ملیتی سر و کار داریم، ولی امروز چون همه هموطنن، همه فارسی حرف میزنن، یه شور و هیجان دیگه داشت. شما یعنی آخه مثلا خودم به یاد ایران افتادم، تابستونای به فکر کنم من میکروفونمو پایین گذاشته گرفته بودم، به تابستونا میرفتیم مسافرت، دست جمعی، این همه ایرانی دوره، شما چه حسی داشتید؟ به هر حال منم خیلی خوشحالم. میدونین شاید اون حسی که شما میگین برای اونایی که تازه از ایران میان و اینجا خیلی غریبن، وقتی میان اینجا خیلی احساس میکنن خیلی دور راه شدن از ایران. درست. و ایرانی چقدر زیاده و چه کارهای جالبی هم ایرانی ها انجام میدن. بله. به هر حال من تو خوشحالی اونا سهیمم، ولی چون سال هاست که توی کامیونیتی خودمون فعالم، یه مقدار آشناترم با اینا. البته برات در خوشی بقیه منم سهیمم، منم به نوبه خودم فرصتیه برای اینکه هموطنان جدیدم رو میبینم و خب دوستای قدیمی، کلاینت ها رو میبینم و سعی میکنم منم فان داشته باشم یه مقدار گذشته از اینکه برای کار میام، ولی واقعا بیشتر فرصتی که من اینجا برام پیش میاد خیلی فان دارم با افرادی که میبینم. امیدوارم همیشه خوب و خوش باشید. مرسی. برای جامعه ایرانی و عزیزانی که به کار شما احتیاج دارن. لطف دارین. مرسی، متشکرم از حضورتون. دوباره با ما باشید. برمیگردیم. خواهش میکنم. متشکرم.